خب من مطمئنم خیلی از شما ها یا بعضی از شما ها نمیخوام بگم مطمئنم خیلی از شما بعضی از شما سیگار میکشین و بعضیتون واقعا میخواین سیگار رو ترک کنین بعضیتون هم اصلا اهمیت نمیدین میگین نه بابا هرچی شد شد اونایی که میگن هرچی شد شد من الان صحبتم با اونا نیست شما خواهش میکنم اصلا برنامه رو نبینیم. ولی اونایی که میخواین واقعا ترک کنین یه چند تا راه پیش پاتون میذارم که اولا مهمتر از ترک کردن اینه که سیستمتون یه مقدار پاک بکنید چرا؟ به خاطر اینکه وقتی سیستم رو از این چهار هزار خورده ماده شیمیایی که در سیگار وجود داره فکر نکنید سیگار فقط یک تنباکوه و اون تار و یا چیزی که هست علاوه بر اون بالای چهار هزار ماده شیمیایی در سیگار وجود داره که همشون تقریبا میشه گفت مرگبار هستن اینه که دلیلی که سیگار میکشین رو یه مقدار بهش توجه بکنین و بعد تصمیم دوباره بگیریم وقتی که بدنتون رو پاک کنین از این مواد حالا به چه صورت میتونیم پاک کنیم یه پاکسازی بکنیم شاید لازم باشه با یه متخصص تغذیه تماس بگیریم که یه مقدار پاکسازی انجام بشه در بدنتون مصرف آبتون رو زیاد بکنین و خیلی از چیزایی که به باعث بشه که هم سیگار کمتر بکشین و هم بدنتون پاک بشه تمایل شما نسبت به سیگار کمتر میشه حالا تمایل به سیگار معمولا، یه چیزی بین سه تا پنج دقیقه شما رو واقعا میگیره و اگر بتونید تو اون سه تا پنج دقیقه خودتون مشغول به یه کار دیگه بکنید یا یک عادت خوب جایگزینمون بکنین به حال یه چیزی که جایگزینمون باشه اون احتیاج و یا اون حالتی که خیلی شدید یعنی احتیاج مبرم به سیگار دارین تا یه حدی یه مقدار خاموش میشه و پایین میره مثلا یه آدامس بخورین برای هم یا یه حویج همینجوری مثلا گاز بزنین یا به هر حال یه جور یه چی عادت که خیلی بد نباشه و شاید یه مقدار شما رو سرتون گرم کنه های عمیق در عرض روز خیلی میتونه کمک بکنه به ریه ها و نهایتا کمک بکنه که اکسیژن بیشتر به ریه ها برسه و احتیاج و یا تمایل و میل شما نسبت به سیگار کمتر بشه مدیتیشن میتونه خیلی به شما کمک بکنه سعی کنید که رژیم غذاییتون از مواد قندی و مواد کافئینی دور باشه خیلی از اشخاص هستن که وقتی این کلاه ها رو میخورن و همچنین مواد الکلی فوری احتیاج به سیگار دارن یعنی سیگار رو بعد از غذا و بعد از مواد نوشابه های گازدار و بعد از الکل و قهوه و اینا بیشتر میل دارن اینه که اون چیزایی که به برای بدن ما هستش هرچ کمتر بخوریم و هرچ بدن سالم تر باشه باز احتیاجمون کمتر میشه یکی از راههایی که من همیشه به مریضای خودمون از عزیزانی که تماس میگیرن و میام ما و میخوان سیگار رو ترک کنن و خیلی هم واقعا کار کرده برای خیلی از عزیزان اینی که من میگم وقتی یک پاکت سیگاری که میگیرین یه دونه از این سیگار رو در بیارین نصفش کنین سیگار رو بندازین دور بقیه رو بکشین و برای چند روز این کار رو بکنین البته بستگی که روزی چند پاکت هم یا هفته چند پاکت میکشین ولی به هر حال بعد از یه چند روزی یه پاکت دیگه که باز میکنین دو تا سیگار رو بشکنین و همچنین بعد از سه چهار روز و بعد رو تم کنید سه چهار روز بعد دوباره سه تا سیگار رو بشکنید حالا نخواین صرفه جوی کنید که کن بگین حالا به جای اینکه بشکنیم میذاریمش کنار نمیکشیم نه به خاطر اینکه وقتی که یه پیامی دارین به اون سیگار میدین و یه پیامی به خودتون میدین که من دارم بر تو غلبه میکنم و میتونم تو رو ترکت کنم همینجور اگه ادامه بدین کم کم میرسین به اینکه یه بسته رو ده تاشو میشکنین میندازین دور ده تاشو کشین. حالا اگه زیاد سلامتیتون شاید اون موقع اهمیت نداشته باشه اوضاع مالیتون شاید یه مقدار بهتون گوش زد بکنه این سیگار رو داری حروم میکنی پس شاید کمک بکنه که با سیگار ترک بکنید به هر حال راههای زیادی وجود داره ولی بهتره که به هر راهی شده حتی اگه شده کمک بگیرین حتما سیگارتون رو ترک کنید